خب بچه ها، یک کم دیگه آپدیتتون بکنم. من از اونجایی که 280 لیره دادم که برم اونور رو ببینم، در واقع اومدم دیگه بیرون، گفتم بهتون بگم که هیچی نداره، واقعا هیچی، نه ساختمونی برای دیدن، نه موزه‌ای داره، هیچی. من فکر میکردم مثلا کاخیه یا موزه یا داخل یا ساختمونی میشی، واقعیتش فقط و فقط به خاطر اینکه چشم انداز زیبایی داره دارن این پولو میگیرن. من اگر میدونستم اینجوریه نمیدادم پولو، به خاطر اینکه دو قدم میای این برتر این چشم اندازو داری. الان من دوربینو برات کردونم. ببینین، چون به حال این دریا تا جایی که چشم کار میکنه دور تا دور آب دیگه، حالا چه فرقی داره 500 متر اونورتر تا این ور؟ تازه اینجا مردم با ماشین هم تونستن بیان میان و همچین بساط چایی و تخمه و پیکنیکی و اینا هم اومدن برای خودشون بساط پنگ کردن و نشستن. در نتیجه اون 280 لیره در واقع تنگار پولتون رو ریختین بیرون، هیچ چیز خاصی که بگم ارزش داشت نداشت. تازه اون 280 لیره یه 15 لیرم اضافه بکنید اگر میخواید برید دستشویی. من اون بالا میخواستم دستشویی برم، باید 15 لیرم جدا برای دستشویی میدادم، یعنی در مجموع نمیارزه اصلا. حالا من دو تا راه داشتم، میتونستم یا برگردم به همون تلکابین و دوباره یکی از همون کابینا رو بگیرم و برم پایین، که خب رفتنش دیدین دیگه، وقتی با هم میومدیم بالا انقدر که اون خانم جیغ جیغ کرد و سر و صدا کرد، کابینو گذاشته بود رو سرش، همون که داشت میزایید، که من واقعا نتونستم نه لذتش رو ببرم نه واقعا بفهمم چقدر طول میکشه. البته من تمام این پروسه رو وقتی مامانم هم اینجا بود هفته گذشته یه دور هم با مامانم اومدم، ولی اون روز هم که با مامانم اومدیم باز چند تا یه خانواده ایرانی بودن که اتفاقا خیلی اتفاقی باهاشون اینجا برخورد کردیم، چقدر هم خانواده نازنین و دوست داشتنی بودن، ولی باز توی کابین سرگرم گل و گفت با اونا شده بودن و داشتن ماما اینا گپ میزدن. در نتیجه بالا اومدن اون دفعه رو هم ما نه بالا اومدنش و نه پایین رفتنش و واقعیتش اصلا نتونستم بفهمم دقیقا چقدر طول میکشه، ولی خیلی کوتاهه، یعنی یه پروسه به 5 دقیقه هم نمیرسه، فکر میکنم 3 شاید ماکسیموم 4 دقیقه باشه. بذار من لنزم رو تمیز کنم، حس میکنم کثیفه. آره فکر کنم تمیزتر شد. خلاصه من یا میتونستم الان برگردم با تلکابین برم پایین، دیدم نه خب هیچی نداره، هیچ چیز جذابی نداره، یا اینکه پیاده اینجوری برم پایین. الان من نمیدونم این راهی که دارم میرم تا کجا راه داره، میدونم بالاخره راه داره برای پایین رفتن، ولی احتمالاً من باید برم بالا از کنار خیابون برم. فکر کنم اینجا دیگه آخر این قسمته، باید برم که از سوی خیابون برم، شاید امنیتش هم بهتر باشه. یه چیز مهمی که بهتون بگم، ببینید اگر خواستین بیاین نگاه کنین کف اینجا چطوریه، سنگ فرشه، حتما حتما کفش راحت پاتون باشه، حتما یه کفش راحت که کتونی یا کفش پیاده روی که عادت دارید باهاش خوب پیاده روی های طولانی بکنین که پاتون رو نزنه، پاتون رو خسته نکنه، کفیه خوبی داشته باشه. یکم هم با دقت و حواس جمع اینجاها را برین، مثل من که فوق تخصص دارم در زمین خوردن و اصولا پام میگرده دنبال چاله چاله ها رو پیدا میکنه، اونایی که من از نزدیک میشناسن اینو میدونن. یواش میگم کسی نفهمه، من قشنگ میتونم رکورددار شکستگی باشم تو دنیا، یعنی دیگه از دستم در رفته چند بار دست و پامو شکستم، واقعا دست از دستم در رفته، من فکر کنم بالای 10-15 بار در مجموع سابقه شکستگی دست و پا رو دارم، از بس که به قول مامانم حواسم پرته، به قول یه خورده اونوریا بازیگوشم، به قول یه خورده خودمونی ترا سرم به تم پنالتی میزنه، به قول آرسو میگه سرت به رومپت پنالتی میزنه. رومپه به نروژی همون ته میشه، ته خودمونه. میگم فکر کنم بالای 15 تا در مجموع من شکستگی دارم. من همیشه دوره تحصیل دوستای قدیمیم یادشونه،
نصف سال تحصیلی همیشه توی گچ بودم. همین قضیه باعث شده بود که مجبور بشم، چون دیگه معلم‌ها به کتشون نمی‌رفت که من توی گچم، نمیتونم بنویسم، نمیتونم امتحان بدم، نمیتونم مشق بنویسم. میگفتن این که نمیشه، تو همه سال نصف سال همیشه تو گچی. در نتیجه همین قضیه باعث شد که من تمرین کنم. وای دارن آب جو میخورن، خوش به حالشون، خوش به حالشون. الان یه آب جو تگری چقدر میچسبه، نظرتون خیلی زشت میشه. بیا ما خواستیم غیر بدیم، آهنگشون هم خاموش کن. خیلی زشت میشه برم بگم به من یکم آب جو بدین، یعنی داره دلم قیلی بیلی میره برم بگم آقا تو یه قلوب آبجیه، آب میام آبجی، آبجو تیاری میچسبه الان اینجاها. بعد چی میگفتم؟ هیچی، خلاصه همین قضیه باعث شده بود که من مجبور بشم یاد بگیرم هم با دست چپ بنویسم هم با راست. من البته چپ دستم، ولی به یمنه این شکستگی های متعدد الان با دو تا دست میتونم بنویسم. به خاطر همین اونایی که مثل من سر به هوا را میرین، اونایی که حواستون به راه رفتنتون نیست، اونایی که سرتون به تهتون پنالتی میزنه و اونایی که احیانا مشکل پوکی استخوان یا حالا هر چیزی دارید، استخونای ظریف و حساس و شکننده دارین، اگر سر از این جور جاها در آوردین، حتما با یک کفش خوب و مناسب و کلن یه لباس خوب بیان. این کایت ها هم شدن دوتا، روششون یکیه. من وقتی آسمان رو نگاه میکنم نور زیاده که نمیبینم. من اومدم به حال توی خیابون و اینجا رو میرم پایین. احتمالاً من مجبور بشم یه بخشای از این فیلمو یا قطع کنم یا بگذارم روی دور تند و مثلا روش موزیکی چیزی بگذارم، به خاطر اینکه به حال دیگه خسته کننده میشه. یا راه سومش هم اینه که الان دوباره اینجا استاپ کنم و باز اگه یه جایی یه چیز مناسب دیدم دوباره برگردم پیشتون. پس تا بعد.